سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه ماشین فوق‌العاده پیچیده رو تقریبا بهتون معرفی کنم. این ماشین مصرف سوختش نظر منو خیلی به خودش جلب کرد. من نشیدم تا حالا. ببینید 110 شنیدیم همه با هم، 112 شنیدیم، 120 شنیدیم، اما 101 و 8 یعنی زیر 2 لیتر کسی نشیده. این ماشین با دو موتور الکتریکی، یکی عقب و جلو، قدرت رو انتقال میده به چرخا و ترکیب موتور بنزینیش و موتور برقیش تقریبا 203 اسب بخاره. خدمت شما عرض کنم تو چند حالت مختلفم شما میتونید رانندگی کنید باش. میتونید فقط و فقط دکمه الکتریک ویگل اینو بزنید و فقط ماشین روی سیستم الکتریکی تا سرعت 55 کیلومتر راه میره و اصلا موتورش روشن نمیشه. در یه صورتی موتورش روشن میشه، اونم اینه که باتریش بیاد روی 40%، یا اینکه شما سرعتتون میخواین از 55 تا به 120 ببرین بالا. این ماشین خیلی پیچیده است سیستمش، اصلا میلگاردون نداره. یعنی چی؟ یعنی که فور ویل درایوی که میلگاردون نداشته باشه خیلی عجیبه. چطور پس نیرو رو به عقب منتقل میده؟ این خیلی جالب بود. نگاه کردم دیروز دیدم اصلا نیروی عقب یه موتور الکتریکی جدای خاص خودشو داره. موتور این ماشین فقط تهویه شده برای اینکه برق تولید کنه برای این ماشین. در موارد خاص که سرعت شما از 120 میخواد بره بالاتر، میاد به کمک چرخهای جلو. واقعا سیستم خیلی عجیبی داره. یه سیستم خیلی عجیبی دیگه اش هم میدونیم چیه؟ اینه که دنده پشت فرموناش تو سرازیری میاد به شما کمک میکنه که بتونید شما تو سرازیری به جای اینکه ترمز بگیره میاد شارژ میکنه باتری رو. دم ژاپن گرم، یه چیز مثلا مغزم داره هنگ میکنه. یه سواری خیلی خوب داره، نگاه بکنید تو دوزی خیلی قشنگ داره، سواری خیلی نرمی داره. تو دو حالت شارژ میشه این ماشین، یه شارژر سری داره، یه شارژر که 5 ساعت طول میکشه. بخواید بهتون موتور الکتریکی زیر نشون بدم، بیاین دوستان با من همراه باشید. دوستان نگاه بکنید موتور الکتریکی عقبشو که چرخهای عقب از اینجا قدرتشو به دست میاره و اصلا چیزی به اسم میلگاردون تو این ماشین طراحی نشده. اکسل عقبشو نگاه بکنید دوستان، خیلی به نظر من هندلنگ بالایی خواهد داشت این ماشین. چون موجگیراش که دارم نگاه میکنم، موجگیرش رو هم نگاه میکنم، دارم میبینم واقعا روی این ماشین کار شده. شاسی های خیلی محکمی داره این ماشین. یه نکته قابل توجه به شما میگم، به نظر بنده تا چند سال آینده اصلا ماشینی به عنوان بنزینی یا سوخت فسیلی یا دیزل اصلا وجود نخواهد داشت. تمام سیستم به سمت هایبرید داره حرکت میکنه. نگاه کنید دوستان، برق نیسپیس یه دونه خروجی اینجا داره، یه دونه جلوتر داره، یعنی لاین وسط داره و خیلی کاربردیه این برق نیسپیس. این ماشین آفرود ضعیف میتونید، یعنی ضعیف که دارم بهتون میگم، ببینید چون سپرها بلنده شلگیرا گیر میکنه اذیت میشه، یعنی آفرود سبک کاملا شما باهاش میتونید برید، کاملا میتونید باهاش برید. پایین یه توضیحاتی راجع به آپشن‌های ماشین میدیم. دو حالت رانندگی داره. ببینید زمانی که این دکمه رو فشار میدین هم شارژ میکنه باتری و هم موتور بنزینی نیروشو به چرخا میده. تو این حالت موتور به برقی فقط باتری رو شارژ میکنه و از قدرت کمتری برخورداره. خدمت شما عرض کنم که دوستان این دکمه الکتریک ویکل رو حالت کاملا برقی این ماشین رو شما رانندگی میکنید. فورویلش این هم دوستای عزیزم وقتی که رو پی میخواین قرار بدین این دکمه رو میدین. دندش هم خیلی جالبه، یه سمت راست میدین میاد پایین، میره تو دی، به سمت راست میدین میری بالا، میره تو آر. دنده پشت فرموناش خیلی جالبه، بزرگه، تو دست رادار داره و سنسور. رو خدمت شما عرض میکنم که در صندوق برقی و برق 220 ولت و گرم کنه فرمون، گرم کنه صندلی داره، اما گرم سرد کنه صندلی متاسفانه نداره. این هم که دکمه اکوش هستش. با ما همراه باشید از لذت رانندگی و آرامشی که توی این ماشین هست.
ماشین هیچ صدای احساس نمی کنی. صدای موتور که اصلا نداره این ماشین، موتورش برقیه، خود کابینم اصلا صدا نمیده. یه نرمی رو باور کنید، راحتی خیلی خاصی دارم توی این ماشین. دیدشم که خیلی خوبه، همه چکم فکر نمی کردم اینجوری باشه، پسندیدم به عبارت این ماشین رو. یه تشکری بکنم از صاحب این ماشین که پیج ما رو کاملا دنبال میکنه و دیده بود تو پیج ما جای میتسوبیشی هایبرید نیست، ماشین رو فرستادن اومدن که ما فقط یه بررسی بکنیم از این ماشین، برای شما بذاریم یه تحلیل و بررسی بکنیم که شما هم از این ماشین اطلاعاتی داشته باشین. دمتون گرم، ممنون که اینقدر پیج ما رو با دقت دنبال میکنید، دست شما درد نکنه. رانندگی باش خیلی خوبه دوستان. اهرام دنده نگاه کنید، میری اینجا میره دنده عقب، میری سمت راست میاد پایین میره تو درایو، خیلی راحت تو دست، شیک، خیلی باحال. سرعتش هم شتابش هم خوبه، خیلی نرم و راحته دوستان، خیلی نرم و راحته، بسیار عالی. یه دونه اینجا کول باکس نداره، اگه داشت که خیلی عالی میشه، خیلی ماشین نرمیه، شتابش هم خوبه، صدا اصلا نداره این ماشین دوستان. یه سرعتگی، خیلی نرم و راحت. ببینید دوستان، الان سرازیریه، باتری در حال شارژ شدنه. اینجا نوشته B5، نگاه بکنید، یعنی باتری در 5 برابر حالت معمولی در حال شارژ شدنه. خیلی سیستم پیشرفته ای داره، خیلی باید پشت این فرمون بشینید و چند روزی باهاش رانندگی بکنید تا کلا با سیستمش اصلا آشنا بشید و قلق این ماشین دستتون بیاد. یه چیز خیلی خاصیه، من ندیده بودم انصافا، خیلی جدید، خیلی بروز و خیلی کارآمده. دوستان ماشین تو سرازیریه ولی راه نمیره، در حال شارژ کردن ماشینه، یعنی به جای اینکه شما ترمز کنید سرازیری، میتونید از دنده پشت فرمون‌ها استفاده کنید و باتریتون رو شارژ بکنید. دیگه در این حالت اصلا ترمز هم نمیخواد استفاده بکنید تا اینکه اینو عوض بکنیم. الان اومد بی صفر، الان تازه شروع کرد به راه رفتن، میبینید خیلی جالبه. صفر تا صد این ماشین من فکر میکنم یه خود ضعیف باشه، ولی خب در عوض مصرفی که این ماشین داره، خب همه نقطه ضعفای این ماشین اگر هم داشته باشه جبران میکنه. یعنی شما باک این ماشین کلن 45 لیتره، فکر کن کل ایرانی میتونی با اون باک بگردی. خب مگه داریم اصلا؟ بنزین هم که اگه گرون بشه این ماشین میخواد بشه خدا تو من. 101.8 خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه صرف تا صدم باش بگیریم، فکر میکنم 11 یا 10 رو بزنه، ولی خب دیگه دوست دارم شما هم صرف تا صد این ماشین رو بدونید. گیر بوکس این ماشین هم دوستان CVT بهبود یافته است به گفته خود کمپانی. حالا چه تغییراتی تو این ماشین دادن من نمیدونم، اطلاعاتی ندارم. دوستان تنها ماشینی که میخوام لانچ کنم و ماشین میخواد به زور را بیفته این ماشینه. تا حالا ندیدم کسی لانچ اینجوری داشته باشه با این ماشین. بریم، رفتیم. اولش ضعیف بود ولی بعدش خوب راه افتاد. برای من خوب بود صفر تا صدش هم. اولش ضعیف عمل کرد، تو لانچش ضعیف بود، ولی شاید هم من بد لانچ کردم. اینم خوب ممکنه نیم ثانیه تاثیرگذار باشه، چون ماشین برای دوستمون امانته، دیگه نمیخوام هی این قضیه رو تکرار بکنیم، لانچ بکنیم این سفرزت از اول بگیریم، یا اینکه به ماشین خدا نکرده بخوام فشار بیاریم، این که ممکنه این یه ذره سفرزت بالا پایین داشته باشه. آقا پسندیدیم. دوستان اگر میخوان از این ماشین بخرن بخرن، من پسندیدم، ماشین خوبیه. برای
مسافرت فوق العاده است، کاملا نرم و راحته. داخل شهر هم که خب به هر حال تو سایز سانتافو و سورنتو دیگه. ماشین اصلا صدا نداره دوستان، فوق‌العاده است. یعنی صدای موتور اصلا به زور اگه تخت گاز بکنی یه ذره تو بیاد، این خیلی آرامش میده به آدم، خیلی هم راحته رانندگی باش تو این حالت به این شکل. به نظر من بر راحت‌ترین نوع خودش میتونه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. ماشین دوستان 9000 تا کار کرده، مشابه صفر. دیزاین داخلش هم خیلی قشنگه. داشبوردش نگاه بکنید، از فوم یه متریال خوب استفاده شده توی این ماشین. این ماشین RPM هم نداره که دور خود موتور به شما نشون بده. برای موتورش یا روشنه یا خاموشه. سرعت 120 عرض کردم، سرعت 120 به بالا به کمک موتورهای برقی میاد که شما هرچی سرعت میخواد بتونید در اختیار شما بذارید. ماشینش هم مبارک صاحبش باشه، بسیار عالی، ما پسندیدیم. دوستان محمد محمودی، صداقت در اولویت، شهرک غرب جنب پمپ بنزین دادمان، ممنون که ما رو حمایت میکنید، نگاه گرمتون رو به ما میدین، دوستتون دارم. شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر کجا که هستین لبتون خندون، دلتون شاد، جیبتون هم پر از پول باشه، مانی دلار.